اعلام حکم قطعی دوری اصفهانی عضو هیئت مذاکره کننده اتمی رژیم و محکومیت به خاطر جاسوسی فضیحت دیگری از بحران درون حاکمیت پلید و پوسیده آخوندی را به دنبال شکست برجام برملا کرده است. گزارشی در این زمینه. بنده هیئت مذاکره کننده را هم امین می‌دانم، هم غیور می‌دانم، هم شجاع می‌دانم، هم متدین می‌دانم. این همه بدونه. اکثر حضاری که اینجا تشریف دارید از محتوای مذاکرات خبر ندارید. اگر شما هم از محتوای مذاکرات و جزئیات مذاکرات و اون چه می‌گذرد در مجالس مطلع بودید، به بخشی از اون چه که بنده گفتم حتما از آن پیدا می کردید. من البته علاوه بر اینها می شناسم این بعضی از این دوستان رو از نزدیک، بعضی رو از دور، با سوابقشون می شناسم. اینا مردمانی هستن متدین و امین، اینا امینن، قصدشون این است که کار کشور را پیش ببرن، گره رو باز کنن و دارن تلاش میکنن برای این کار. اضافاً غیرت ملی هم دارن، شجاعت هم دارن. روز دوشنبه چهارم دی ماه 96، پس از یک سال و نیم کشاکش و لاپوشانی فضیحت یک جاسوسی، حکم 5 سال زندان دوری اصفهانی، همکار جواد ظریف و عراقچی و عضو هیئت مذاکره کننده رژیم که خامنه ای آنها را متدین و مورد اعتماد خودش توصیف می کرد، توسط آخوند محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول آخوند صادق لاریجانی اعلام شد. عبدالرسول دوری اصفهانی فرزند حسین، ایشون دو تابعیتی بوده و از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان و با 2 سرویس هم مرتبط بوده که دادگاه رسیدگی کرده و با مجموع مسائلی که رسیده ایشون را محکوم کرده به 5 سال حبس قطعی. این 5 سال حبس در دادگاه بعدی مورد اعتراض قرار میگیره، میره مرحله تجنظرخواهی هم حکم را با توجه به محتویات پرونده و دفاعیاتشون تایید میکنه. بنابراین حکم قطعی شده، از این جهت الان ایشون باید تحمل بکنه این حکم به اصطلاح 5 سال را. ایشون یه پرونده دیگه ای داره که به اتهام مالی هستش، حساد مالی هستش. در اون پرونده قرار وثیقه صادر شده که تو اون پرونده هنوز در مرحله رسیدگی هستش. پیش از این در مهر 96، علوی وزیر اطلاعات رژیم در تلاش برای لاپوشانی و انکار فضیحت این جاسوسی گفته بود مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است و از نظر این معاونت دوری نجف‌آبادی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمه هایی که برخی سرویس های بیگانه به وی داشتند هوشیاران مقاومت کرده و با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است. اما روز سه‌شنبه کریمی قدوسی عضو مجلس رژیم از باند خامنه ای پس از اعلام حکم قطعی دوری اصفهانی درباره این اظهارات آخوند علوی گفت وزیر اطلاعات را مجبور کردند تا مصاحبه کند و بگوید که دوری اصفهانی جاسوس نیست. در این باره نیز از وزیر اطلاعات سوال پرسیده ایم که به زودی در جلسه علنی مجلس مطرح می شود. وی همچنین از ابعاد مخاصمات بر سر این موضوع در درون رژیم پرده برداشت و گفت دوری جاسوسی بود که از تمام جلسات تهران آقای ظریف فیلم و صوت می گرفت و قبل از جلسات مذاکرات به انگلیس می فرستاد. ولی وقتی خواستیم با او مصاحبه کنیم به ما اعتراض کرده و از ما شکایت کردند.
امروز قاضی تجدید نظر پرونده دوری اصفهانی می گفت هر وقت مرا بخواهید به مجلس می آیم و توضیح می دهم که این چه کار کرده است. برخی از دولتی ها جاسوس بودن افرادی نظیر دوری اصفهانی را قبول ندارند. وی درباره ابعاد حضور جاسوسان در رژیم گفت وزیر انگلیس که هفته گذشته به ایران آمد خواست 4 نفر را آزاد کند که یکی از آنها توانسته بود لباس روحانیت پوشیده و یکی دیگر از آنها جاسوس نفتی بود. درباره نفوذی‌های حاضر در تیم مذاکره کننده هم از ظریف سوال کرده ایم که طی روزهای آینده در صحن مطرح می شود. البته یکی از این نفوذی‌ها گیر افتاده و زندانی است. در جریان مخاصمات رأس نظام، سپاه پاسداران کلیپی را درباره این جاسوسی در حاکمیت آخوندی منتشر کرده که خود گویای ابعاد فضیحت در نظام آخوندی است. کتش را صاف می کند تا مدال درست سر جایش قرار بگیرد. رئیس جمهور با لبخند نشان خدمت را به سینه او محکم می کند و همه چیز با یک عکس یادگاری تمام می شود. اما این پایان ماجرای آقای کت و شلواری نیست. اوایل شهریور ماه سال قبل همه چیز تازه از همان جایی که تمام شده بود شروع شد. عبدالرسول دوری اصفهانی به اتهام جاسوسی دستگیر شده است و خبر توسط یکی از نمایندگان مجلس به رسانه‌ها اعلام می شود. حالا دیگر خبری از تعریف و تمجیدهای اعضای تیم مذاکره کننده و دولت از دوری اصفهانی نیست و آنها ترجیح می دهند در برابر اثبات جاسوسی وی یا سکوت کنند یا ماجرا را سیاسی جلوه دهند. بعیدی نژاد، عضو سابق تیم هسته‌ای و سفیر فعلی ایران در انگلیس هم که در روزهای ابتدایی دستگیری دوری اصفهانی گفته بود جاسوس خواندن دوری اصفهانی توهین به دستگاه‌های امنیتی است، ترجیح داد در حساب شخصی خود در اینستاگرام تقصیر را به گردن مرجع معرفی کننده وی به وزارت خارجه یعنی بانک مرکزی بیاندازد. خود دوری اصفهانی اما ماجرای ورودش به دولت را خیلی صریح در مصاحبه‌ای با روزنامه دنیای اقتصاد در سال 94 توضیح می‌دهد و تأکید می‌کند که ابتدا در کمیته‌ای به سرپرستی نهاوندیان در نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کرده و در مرحله بعد توسط سیف رئیس کل بانک مرکزی به تیم هسته‌ای راه پیدا می‌کند. هیچ کس حالا مسئولیت این نقص بزرگ را در تیم هسته‌ای به عهده نمی‌گیرد. نه کسانی که وی را معرفی کردند و نه کسانی که به اون نشان خدمت دادند. بنده هیئت مذاکره کننده را هم امین می‌دانم، هم غیور می‌دانم، هم شجاع می‌دانم، هم متدین می‌دانم. این همه بدونه. اکثر حضاری که اینجا تشریف دارید از محتوای مذاکرات خبر ندارید. اگر شما هم از محتوای مذاکرات و جزئیات مذاکرات و اونچه می‌گذرد در مجالس مطلع بودید به بخشی از اونچه که بنده گفتم حتما اذعان پیدا می‌کردید. من البته علاوه بر اینها می‌شناسم این بعضی از این دوستان رو از نزدیک، بعضی رو از دور با سوابقشون میشناسم. اینا مردمانی هستن متدین و امین. اینا امینن. قصدشون این است که کار کشور را پیش ببرن، گره رو باز کنن و دارن تلاش میکنن برای این کار. اضافاً غیرت ملی هم دارن، شجاعت هم دارن.